خب بازی رفت مرحله پلی آف لیگ دسته اول باشگاه کشور در این فصل مصاف پیکان تهران در مقابل سیاه جامگان مشهد به میزبانی پیکان برگزار شد. حاصل تلاش دو تیم در این مسابقه 0-0 مساوی بود. بعد ببینیم که در مشهد در مسابقه برگشت چه اتفاقاتی خواهد افتاد و کدام تیم حریف تیم فجر سپاسی خواهد بود تا یکی از این تیم‌ها به رقابت‌های لیگ برتر راه پیدا کنه. یک صحنه جنجال برانگیز در این مسابقه و صحبت‌های سرمربیان دو تیم پیکان و سیاه جامگان مشهد. من عرض کردم گفتم آقای داور اگر ندیدی هیچ اشکال نداره، اما اگر دیدی 100% پنالت بود. میگه نه این به دستش خورد، اینا پنالت توپ تو خط دروازه است با دست گرفته، دیگه چجوری باید پنالتی بید. اگه مشکل منم تو این فوتبال آقا بگی من برم دیگه بسه، دیگه چقدر داوری داره در حق من اچاف میکنه. چند موقعیت خوب داشتیم با اینکه تو زمین حریف بازی میکردیم، تونستیم چندین بار بچه‌ها مصاحبه موقعیت گل بشن که متاسفانه از این موقعیت نتونستیم استفاده بکنیم. الحمدلله نتیجه خوب بود، ما اونجا ان شاءالله میریم برای گل زدن و بازی رو قطعا میبریم. جامگان تو با دست در نمیوره تو گل، ببینیم با هم صحنه رو. بله دیگه، ببین بازیکنی که الان روی خط هست و توپ هم اونقدر محکم نیست و بگیم که داره دفاع از سر و صورت از بدنش میکنه و تعمدن توپ رو با دست میزنه و از دیگه گل جلوگیری میکنه، بازیکن باید اخراج بشه و یک ضربه پنالتی به نفع تیم پنالتی اخراج بشه تیم پیکان که شاید خیلی تاثیرگذار بشه در اتفاقاتی که در این فصل ممکنه رخ بده. یک دقیقه دیگه.